دادستانی کل کشور با درخواست آزادی مشروط و مرخصی نازنین زاغری و نرگس محمدی مخالفت کرد. وکیل مدافع نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، میگوید این مخالفت دادستانی در حالی است که موکلانش طبق قانون مشمول آزادی مشروط میشوند. نازنین زاغری کلیف کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز در فروردین 95 زمانی که همراه با دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد وی به تلاش برای براندازی نرم به پنج سال حبس محکوم شده از آن زمان تا کنون تنها سه روز به مرخصی رفته است بریتانیا بارها به حکم صادره برای خانم زاغری واکنش نشان داده و سفیر ایران در بریتانیا را هم احضار کرده است همچنین گزارشهایی منتشر شده که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری 400 میلیون پوند معادل 527 میلیون دلار پول مربوط به سفارش تانکهای چیفتن در دوران شاه را به ایران باز کند وزارت خارجه ایران اما این گزارش ها را تکسیب می کند نرگس محمدی و نازنین زاغری تنها زندانیانی نیستند که به دلیل فعالیت حقوق بشری یا دو تابعیتی بودن در ایران محکوم به زندان شدند سیامک نمازی و پدرش محمد باقر نمازی از جمله دیگر افراد دو تابعیتی زندانی در ایران هستند. همچنین میتوان به فریبا عادلخواه مدرس ایرانی فرانسوی انسانشناسی هم اشاره کرد. در تازه ترین اقدام آمریکا علیه دستگاه غذایی ایران وزارت خزانه ایالات متحده روز 28 آذر ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر موقیس دو قاضی دادگاه انقلاب را به اتهام دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم های خود قرار داد. تا کنون اعمال تحریم یکی از گزینه های جامعه بین الملل و به خصوص آمریکا علیه نقض حقوق بشر در ایران بوده. با این حال شرایط سختی که بارها نرگس محمدی و نازنین زاغری را در دوران حبس به بیمارستان کشانده موضوعی است که نگرانی های بین المللی را افزایش داده است. ناز آفرین میرزا خلیلی رادیو فردا